ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی. با سلام به بینندگان تلویزیون اصلاح، از دریچه برنامه الفا مهمان خانه های شما خوبان هستیم. در برنامه امروز گفتگویی داریم با استاد معروف پیمان در باب تدریس فعال. این که تدریس فعال چیست و چه روش هایی در این باب می توان به کار گرفت و نقش تدریس فعال در تربیت دانش آموز ممتاز و خلاق چیست؟ والدین در این امر چه نقش و جایگاهی دارند و چالش های موجود سر راه این امر چیست؟ جناب استاد برنامه خوش آمدید. به نام خداوند بخشاینده و نهایت بخشایشگر، درود و تحیات بی پایان بر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. سلام عرض و حرمت دارم خدمت شما جناب استاد گرامی و خدمت تمامی بیننده های نهایت خوب شما. تشکر از اینکه دعوت کردید من بنده حقیر و برنامه در خدمت شما. جناب استاد، یکی از جمله عوامل مهم و عمده در تربیت متعلمین فعال و خلاق تدریس فعال هست و اینکه یک معلم موفق بتواند راهکارهایی که در امر تدریس خلاق هست اونها رو به کار بگیره و در کنار او همکاری های خانواده و والدین سبب بشن تا اینکه ما در امر آموزش و پرورش موفق کار کرده باشیم و بتوانیم یک متعلم فعال و کوشای به جامعه تقدیم بکنیم تا اینکه او بتوانه مراحل بعدی تعلیم و تحصیل خود خور ادامه بده. لحاظ ما بحث از چیستی خود تدریس فعال شروع میکنیم که تدریس فعال چی هست و چگونه هست؟ جناب استاد گرامی، طوری که شما فرمودین، پیش از اینکه ما در بحث امر تدریس فعال بپردازیم، خوبه که اول روش تدریس یا روش های تدریس برای مخاطبین خود یک تعریف کوتاهی حالا داشته باشیم. گذرا خود روش تدریس مجموعه فعالیت هایی که باعث فراگیری، باعث یادگیری و فراگیری افراد میشه. حالا آمدن تعریف های مدرن تر هم برازی دادن که فعالیت های متقابل بین استاد و شاگرد که باعث یادگیری میشه و منتج میشه که ما به هدفی که تعیین کردیم در بحث آموزش و پرورش به دست یابیم. تدریس دو بود در دو بخش کلی میتونیم ما بحث کنیم، یک تدریس فعال داریم، تدریس غیر فعال. در بحث کلاسیک و در بحث های پیش از این که مطالعات در حوزه صورت بگیره، تدریس کلاسیک بیشتر در بین نه تنها کشورهای حالا ما جهان سوم بگیم، در تمام دنیا حاکم بوده که نقش اصلی آموزگار یا استاد یا معلم داشته. یعنی ما اگر بیاییم اوسط بگیریم، بالای 90% معلم نقش داشته و 10% هم حالا دانش آموز یا کسی که فرا میگرفته. خب روی هم رفته دیدم که در طول تاریخ و بررسی هایی که شده، تدریس غیر فعال دیگه جوابدهی نیست و به نیازهای جامعه امروزی ما نمیتونه جواب بده، نمیتونه دانش آموز ما درست برسانه. چالش های زیادی وجود داشت، آمدن تدریس فعال جایگزین کردن. تدریس فعال با زیرمجموعی خودخور روش های تدریسی داره که زیرمجموعی تدریس فعال میشه که نقش اساسی در تدریس فعال دانش آموز داره، طوری که از نام پیدایه. در تدریس فعال آموزگار، معلم یا مربی فقط نقش یک تسهیل کننده داره، راه را نشان میده برای دانش آموز و خود دانش آموز دیگه کار خود انجام میده، پیش میره، فعالیت داره، فعاله و باعث میشه که در آینده در تغییرات بسیار زیادی در دانش آموز رونما بشه که ما زیر مجموعی از این حالا روش های استاد شاگردی هست، روش های کار گروپی هست که در مکاتب ما و شما در الحمدلله در هرات هم و در افغانستان همین روش ها استاد های خوب ما استفاده میکنن و آموزگار های ما، که روش های مشارکتی که خیلی نقش اساسی داره و خیلی تأثیر گذاره و همین روش تدریس فعال باعث میشه ما فردا روز افراد مفید تقدیم جامعه کنیم، افراد خلاق تقدیم جامعه کنیم، افرادی که بتانن تنها منتج بی نشده باشه. به قول همود بعضی از دانشمندان که شما قضا درس مانند یک قضا به خورد شاگرد بده و پس روی پارچه از او بگیرین، این دیگه از بین میره. در تدریس فعال چون این بحث ما نداریم، خود دانش آموز اصل کار، دانش آموز میایه تحقیق میکنه، جستجو میکنه، سرچ میکنه، مطالعه میکنه و با استاد به نقش به عنوان یک راهنما با استاد همکاری میکنه. تدریس فعال در افغانستان و در هرات ما شاید مسای بعدی ما شما باشه، متاسفانه آن طوری که باید
جا باز کنه در بین مکتب‌های ما، در بین مدارس ما، در بین دانشگاه ما متاسفانه تا حال جا باز نکرده و همون روش‌های کلاسیک کمافی سابق ادامه داره، اما بازم تغییرات آمده. به نظر به تعریفی که یونسکو از سواد کرده، اگر ما به همون تعریف کلاسیک سواد برگردیم، مجبوریم همون تدریس غیر فعال پیش بگیریم. ولی تدریس سواد، تعریف جدیدی که سواد از یونسکو از سواد کرده، یقینا تدریس فعالی که ما رو به سواد میرسونه، که امیدوارم انشاءالله بتونن همه و هم تمام آموزگارا بتونن مدرسین فعال باشن به سر کلاس های خود انشاءالله. در حالی که اگر از اون روش هایی که و فوت و فنایی که تدریس فعال داره استفاده بشه، کار بسیار ساده هم به دقیقا. معلم و استاد و هم به متعلم و شاگرد میشه. دقیقا. یعنی به جای این که استاد بیشتر صحبت بکنه، بیشتر بار به دوش او باشه، متعلم هم شریک میشه. دقیقا. و به جایی که متعلم از ابتدا تا انتها حرف بشنوه و اکثر حرف بشنوه، او هم سهم میشه، او هم سهم میگیره، او بیشتر فعال میشه. و وقتی که در جلسه امروز که در درس سهم داشته باشه، حتما برای جلسه بعدی هم آمادگی های پیشا پیش میگیره و سر سنت متوجه درس هست تا اینکه صحبت بکنه و سهم بگیره و نقش داشته باشه. جناب استاد، در تدریس غیر فعال دیکته میشه از جانب استاد، هم چه که استاد میه سر سنف استاد میشه، برای شاگرد خود دیکته میکنه، شروع میکنه به سخنرانی کردن، هی لکچر دادن. البته یکی از روش ها روش سخنرانی هست در بحث های تدریس که تاثیرگذاری های خوب خود داره، ولی در جای نیاز است. به قول شما اگر ما تدریس فعال داشته باشیم، شاگرد خود خود میبینه در این آینه، سهم میگیره، میخونه، مطالعه میکنه، احساس شخصیت میکنه. من اگر اجازه شما باشه خاطری بسیار کوتاه، من یک زمان تدریس میکردم، تاریخ تدریس میکردم به صنفای بالا، ما آمدم شبیه سازی کردیم تاریخ، یک موضوعی بود، یک بحثی بود، شبیه سازی کردیم. یک از این دانش آموز آمد صدر اعظم کشور شد، یکی آمد پادشاه شد، آمد همو بحث ما شبیه سازی کردیم. من باور کنین سر از فردای رفتار در اون شاگردا تغییر در رفتار شاگردا ایجاد شده بود. شاگرد احساس شخصیت میکرد، خیلی تاثیرگذاره و واقعا مؤثر هم هست که ما خود من شخصا خیلی نتیجه گرفتم از تدریس فعال. و دانش آموزای بوده که متاسفانه با اون روشی که کلاسیک ما اگر پیش رفتین جواب نداده، ولی وقتی خود دانش آموز سهم دادین، دانش آموز آماده به جای استاد استاد شده، درس داده، تدریس کرده، مطالعه کرده، تحقیق کرده، خیلی مؤثر بوده. و از لحاظ شخصیتی خیلی شاگرد ساخته شده، دانش آموز ساخته شده که واقعا هم مؤثر است و تاثیر گذاره. بیشتر به روش هایی که در این امر استفاده بشه، روش های کاربردی در باب تدریس فعال اگر اشاره بکنید. روش های مشارکتی جناب استاد، که استاد و شاگرد نقش مشارکتی دارم، حالا میشه 60% ما شاگرد بگیریم، 40% استاده. روش های استاد شاگردی، روش های مشارکتی، روش های گفتگو، روش های تحقیق، حتی در بعضی موارد روش های سخنرانی میآید. انواع روش های زیادی وجود داره. نظر و بعضی دانشمندا فعلا بحث اینو اینه که میگن ما به تعداد معلمین جهان روش تدریس داریم، یعنی هر معلم روش خاص خود خورده داره. همین رقم که هر انسان ذات منحصر به فرد خود در دنیا روش خاص خود رو هر معلم داره. و بیشترین روش هایی که حالا من تجربه کردم و جواب داده، روش های تحقیق خیلی جواب داده، خیلی خوب بوده. ما برنامه برای دانش آموز دادیم پیش از این که ما درس به سر درس برین، برای روز بعدی برای شاگرد خوب، برای دانش آموز خوب گفتیم که تو همینا رو باید تحقیق کنی. خیلی مؤثر بوده. کار گروپی خیلی تاثیرگذاره. کار ما هم این روش تدریس فعال ما کار گروپی داریم، خیلی تاثیرگذار است و نتیجه میده. و این تدریس فعال و همین کار گروپی باعث میشه که فردا و شاگرد ما در بین جامعه، وقتی تقدیم جامعه میشه و داخل جامعه میره با اجتماع، میتونه با اجتماع ارتباط برقرار کنه، میتونه که انتقاد دیگران بپذیره، حرف دیگران بپذیره، گاهی وقت خود اشتباه میگه. ما کار گروپی وقتی انجام میدیم، در یک گروپ 4-5 نفری سر موضوعی با هم بحث میکنن، یک دانش آموز وقتی اشتباه میگه، دانش آموز دیگه حرفی رد میکنه. این در دانش آموزی که اشتباه گفته بپذیرفته که بله من در اینجا اشتباه کردم. اینا داره ما تکرار و تمرین میکنه، فردا روز در بین جامعه بره، وقتی کسی با او انتقاد کنه یقینا میپذیره و کار اجتماعی یاد میگیره، میتونه با اجتماع ارتباط برقرار کنه، کار گروپی، کار تیمی یاد میگیره که واقعا مؤثر. برای روش های بسیار زیادی وجود داره که میشه یقینا تمام مخاطبینی هم که میبینن، کسایی که در این حوزه در این امر کار کردن، حتما استفاده کردن، مؤثر هم بوده روش هاش.
روش تدریس غیر فعال که در ابتدا اشاره کردیم یاد ما میآید. درسایی که به مسجد و مکتب خانه میخواندیم قصه بود که با آنکه در جمع با هم نشسته بودیم هر کس درسی داشت و دقیقا مشق داشت و همینطور مختص خود او بود و در همون درس هیچ کس با او شریک نبود و خود یک فرد و یک ایده و یک فکر همون قسم پیش میرفت. زمانی که از محدوده مکتب خانه و مسجد آمدیم به مکتب در اونجا هم تا اندازه اوضاع بهتر شد، اوضاع بهتر شد. هرچه به مرور زمان صنف ها بالاتر رفت و آمدیم به مراحل متوسطه و آمدیم به دوره عالی و لیسه دیدیم که این شرایط فرق کرد. حتی درسایی که به شکل فردی خوانده می شد می دیدیم که همون فکر و ایده ما در یک حد محدود و معین یک استاد و یک شاگرد و رابطه بین اینا فقط در حد دو فرد. زمانی که در یاد ما هست وقتی که آمدیم به صنف 11 هم بود که به مدرسه آمدیم اونجا حدود 40 همسینفی داشتیم، در اینجا متوجه شدیم که در اینجا 40 فکر هست. یک استاد می آیم اینه ایسی یک مدیر، اینه ایسی یک گرداننده و صنف مدیریت میکنه و اقوال متعدد گفته میشه و یک اقوال نقد و نظر در این باب داده میشه و میبینیم که گاهی اوقات حرفایی که بین استاد و شاگرد به شکل تنهایی درس پیش میرفت در اینجا میبینیم که نتیجه بهتر میده. حرفی که ما میخواهیم بپرسیم شاید نتونیم بپرسیم، کس دیگه به تعبیر بهتر میپرسه و جوابی که به ذهن ما نمیرسه میبینیم که توسط کس دیگه گفته میشه و همین شکل مشارکتی که یکی از روش های تدریس فعال هست میبینیم که در شخصیت فرد آنقدر تأثیر داره. افرادی که به شکل فردی درس میخونن فردا وارد جامعه میشن تعامل اونا کمتره. دقیقا. و افرادی که به شکل جمعی درس میخونن فردا وارد جامعه که میشن میتونن صداهای بیشتر بشنون، میتونن به مستمعین بیشتر صحبت بکنن به شکل جمعی و اون بحث ارتباط بهتر میتونه که با جامعه و با اجتماع بگیره. و هدف از تدریس فعال و هدف از استفاده روش های متعدد و مختلف اینه که ما بتونیم از درس خود خو نتیجه بهتر بگیریم و نتیجه بهتر هم وقتی که متعلم ما درس بهتر بفهمه. حالا فهم درس خب یک بود قضیه است، یک او بتونه درس در زندگی خود پیاده بکنه و بعد او درس گرفته و بعد به خانواده خود رو تقدیم بکنه و بعد در سلوک اجتماعی خود رو بتونه که او حل بکنه و بعد با جامعه که او تعامل میکنه در خلال مزامین مختلفی که درس میخونه در جامعه بتونه که همونا به شکل عملی او عمل بکنه و وارد زندگی خود رو بسازه. این زمانی که ما میتونیم بگیم که معلم یک معلم موفق هست و متعلم هم یک متعلم موفق از آب در آمده و تربیت شده. اگر اشاره داشته باشیم به چگونگی تربیت یک متعلم خلاق یا متعلم ایدئال که ما میخواهیم داشته باشیم، جناب استاد، همین اگر ما تدریس فعال داشته باشیم، روش هایی که در زیر مجموعی تدریس فعال، تدریس فعال به عنوان کلیت امر و روش هایی که در استفاده میشه در زیر مجموعی تدریس فعال درست استفاده بشه، ما فردا روز دانش آموزان خلاق هم تقدیم جامعه میکنیم. خیلی دور نریم، در بین شهر هرات ببینیم یک کسی آمده یک خلاقیت خلاق بوده، یک خلاقیت خلق کرده، یک ایده داشته، یک طرحی داشته، یک شغلی برای خود راه انداخته. خیلی زیاد، حالا اگر ما مثال آمدیم زیاده، از روی همون شما نگاه کنیم حداقل ظرف یک ماه به همون جاده من خیلی خود متوجه شدم. به همون جاده مثلا سوپرمارکت ها، کمی سوپرمارکت های خوب در شهر هرات جا افتاد یک چند سال پیش. یک دو سوپرمارکت بسیار خوب آمد و نتیجه خوبی هم داد. در ظرف چند ماه شما دیدین که بالای 50 تا 100 سوپرمارکت خیلی مجلل‌تر از او ساخته شده در بین شهر هرات. چرا؟ طرف آمده با سرمایه بسیار هنگفت، با پول بسیار زیادی آمده و همه کار از او تقلید کرده، خودی خلاقیت نداشته. حالا اینا هم ریشه از نو برمیگرده در خانواده ای که سرکوب شده خلاقیت طفل و در داخل مکتب. ما پیش از اینکه آقای گاردنر بیار نظریه هوش چندگانه گاردنر در سال اگر اشتباه نکنم 1970 مطرح کنه، ضریب هوشی افراد برمیگشت فقط بر بسای ریاضیکی، ضریب هوشی از طریق ریاضی سنجش میکردن، اگر ریاضی طرف خیلی خوب بود میگفتن ضریب هوشی از بالای. ولی آقای گاردنر میاد بس رد میکنه،
میگه هیچ انسانی در دنیا وجود نداره که یکی از هوش‌های حتما، اگر تمام هوش‌های انکشاف یافته نباشه، یکی از هوش‌های حتما انکشاف یافته هست. اگر ما بتونیم هوش شاگرد خود کشف کنیم در دوران مکتب، یقینا فردا روز در بین جامعه فرد مفید و فرد خلاقه. برنامه‌ی هوش، برنامه‌ی خلاقیت باید در بین مکاتب عملی بشه. متاسفانه ما فقط آمدیم مکتب به یک چارچوبی تبدیل کردیم که سر وقت شاگرد بیایه، سر وقت بره، آنچه که ما در داخل کتاب میگیم استاد بری دیکته میگه، دیکته میکنه، همور بیاموز روز امتحان همور پس بره، ما به خورد ما بده، پس تمام چیز دیگی از دانش آموز نمیخوایی. ولی اگر ما بتونیم دانش آموزان خلاق بار بیاریم، هوش از اینا، هوشایی که در بین هوشی که خود شخص داره، دانش آموزای ما داره، هوشای اینا رو کشف کنیم، استعدادای اینا استعدادیابی کنیم، یقینا دانش آموزان خلاق تقدیم جامعه میشن، افراد خلاق و مفید تقدیم جامعه. مگر جهان غرب و جهان اول که امروز میایم ما رو جهان سوم تلقی میکنن و ما خیلی موضوعی که رنج میبردن میشه وقتی کتاب میخونیم ما رو به عنوان جهان سوم، چه ویژگی داره؟ تفاوتی نداره. آماده می که امروز ریاضی نمیفهمم، یقینا شاید هوش کلامی من قوی تر باشه. باید اگه استعداد من کشف میشد در دوران مکتب، شاید من یک انسان خیلی مفیدتر تقدیم جامعه میشدم، انسان خلاقتر تقدیم جامعه میشدم، مهارت های شاید بیشتر یاد میگرفتم. متاسفانه در کشور ما سری موارد خیلی بحث نمیشه، خیلی کار نمیشه در داخل مکتب ها، در داخل مدارس، در داخل تا در داخل دانشگاه ما میبینیم. آمدن دانشجو استاد ما، البته با نهایت احترامی که با تمام استادای نهایت گرامی خود دارم که با تمام مشکلات و چالش ها آمدن زحمت کشیدن، ولی خب اینا نقطه ضعف هایی که باید بپذیریم. استاد گرامی ما آمدن مثلا همو چپتر خود یا سلاید خود دادن که امیر بخون روز امتحان ما امیر از تو میخواین، ایره که برای ما بیاین 10 تا اثر منبر معرفی کنن که برو تو اینا مطالعه کن، بیا آنچه که تو خودت میخوای برای ما بحث بکن، یقینا صورت نگرفته. و در داخل مکتب متاسفانه همین شکل و همین آش بوده و همین کاسه همون حالت ادامه داشته از سالهای قبل، حالی هم به همین روش پیش میریم. حالا تدریس فعال استفاده شده، ولی این که ما بتونیم دانش آموزان خلاق رو بار بیارین، دانش آموزان هنرمند رو بار بیارین، حالا هنرمند تنها به برس موسیقی تلقی نمیشنه، متاسفانه سر اصلا کار نمی کنه، برنامه نداره. ما مثلا در داخل مکاتب خب متاسفانه ما کلی بحث میکنم، خیلی مکتب های خوبی هم هست در داخل ایران، تلاش میکنن، زحمت میکشن، کار میکنن، مثلا سر مضمون های به نام، مضمون به نام رسم، مضمون به نام خط، مضمون به نام هنر اصلا سر توجه نمیکنن، به عنوان مضمون های فرعی بحث کردیم. ما در دوران دانشگاه جناب استاد وقت خیلی پر حرفی ان کردن، نمیفهمم وقت برنامه اجازه میده، ما در دوران دانشگاه ما چند تا صنفی های داشتم، به 4 سال دانشگاه یک بارم نیومده، تمام نمره پروژه صفره، یعنی تمام نمره پروژه صفر، اصلا هیچ نمره ای نگرفته. با اینکه رشته ای ما مثلا علوم سیاسی، باید کسی که علوم سیاسی میخواند قوه نطق بیان قوی داشته باشه، هوش کلامی رو باید تقویت کنه، بیای صحبت کنه، سخنرانی کنه، این طرف به 4 سال جرأت امیر نکرده یک بار بیای جلوی 60 تا صنفی خود صحبت کنه. چرا؟ چون شاگرد اصلا کشف نکردن که تو برای از این کار ساخته نشدی، تو برای علوم سیاسی ساخته نشدی. و خیلی دوستای شاید شما هم داشته باشین که وقتی دوره دانشگاه تمام کرده بعضی گفته کاش که من رشته نمیخوندم. اینا همه برمیگرده در دوران مکتب که اگر ما دانش آموزا خوب بشناسیم، استعدادیابی کنیم، دانش آموزان خلاق بار بیاریم، یقینا فردا روز با این چالشی که فعلا مواجهیم 20 سال بعد با این چالش مواجه نمیشویم ان شاء الله با شما. در کنار استعدادیابی توسط معلم و استاد، میبینیم که خانواده هم در این نقش مستقیمی دارن. بله. اگر پدر و مادر استعداد فرزند خود رو تشخیص بدن و بعد او سمت سو بدن به سوی استعدادی که داره، ما طبقی که شما اشاره کردیم افراد داریم که رفته 12 سال تا صنف 12 مکتب درس خونده، بعد 4 سال پوانتون رو از او درس خونده، بعد فارغ التحصیل شده، لیسانس گرفته، بعد آمده به خود خود تعیین مسیر کرده، و مسیر جدید انتخاب کرده و رفته شغل جدیده و کار جدیده، و حتی در رشته دیگه رفته تحصیلات خود خود ادامه داده. اگر از ابتدا شناسایی میشد و اشاره رو قضیه
موانعی امر هم میکنیم اگر از ابتدا در سیستم تعلیمی طوری می بود که فرد قبل از اینکه صنف 12 فارغ باشه در اونجا رشته بندی میشد، دوره لیسر شخص متمرکزتر میتونست روی رشته هایی که علاقه داشت، توانایی داشت، استعدادی به اون سمت سو بود کار میکرد، دوران دانشگاه و پوانتونل بهتر میتونست کار بکنه و بعد از اینکه فارغ میشد مینیز یک فرد بود که در اون رشته ای که فارغ شده حرف به گفتن داشت و خلاق بود، ذهن خلاق داشت و با استفاده از خلاقیت ابتکار میتونست که او یک دستاورد بهتر داشته باشه. جناب استاد، من یک بحث ما شما خودمانی تره، یک خاطره، یک از استادام سر صنف دانشگاه دکترادش از واشنگتن آمریکا صحبت میکرد، نگو جالبه، در دنیای غرب، حالا دنیای غرب به عنوان جهان اول، به عنوان آنچه که پول، ثروت، اطلاعات، علم، همه چیز در دست اینا هست، میگفت شما سالهای زیادی در دنیا، در آمریکا تحصیل کرده بود، میگفت شما سطح سواد افراد بیایم اگر بسنجیم در دنیا غرب، سطح اینا حالا شاید 5 سانتی متر در 5 سانتی متر باشه، عمق قضیه 100 متر. در کشورهای جهان سوم و در کشورهای مثل افغانستان سطح سواد ما شاید 10 متر باشه، عمق 0.005 سانتی متر هم شاید نباشه. میگه رشته علوم سیاسی مثلا اقتصاد میفهمم، در حوزه دین مطالعه دارم، حالا بس دین آنچه که به عنوان مواردی که باید یک مسلمان بفهمه جدای از او، جای میشینم فتوا میدم، اقتصاد که حتما میفهمم، سیاست که بخی همه به قول عامیانه صحبت کنین خوراک همه شده دیگه. دلیل همی بوده، من در دوران مکتب من دوست ندارم کیمیا بخونم، من دوست ندارم ریاضی مثلا بخونم، من دوست دارم تاریخ بخونم، من دوست دارم ادبیات بخونم، عرفان بخونم، چی نیازه من وقت خدایی کنم؟ مثلا کانکورم خداوند کسایی که در رأس قرار دارن اونار خیر بده، در همون زمانی که ما امتحان دادیم البته ان شاء الله توقع میره که اینا اصلاح بشه، بیشترین نمره هم اختصاص دادم به مضمونی که مثلا من دوست نداشتم، حالا از روی جبر آمدم خواندم ولی در دانشگاه آمدم موفق نبودم، در دانشگاه هم یکذر کار کردم، فقط هم سلاید استاد و همو چپتر که استاد برای ما داد همو میخانیک کنم بیام سر صنف بشینم و خود خود از امتحان تیر کنم و چانس نخورم. اگر یقینا نظر به فرمودی شما، اگر ما در دوران مکتب بعد از دوره متوسطه بیایم مثل در کشورهای جهانه، کشورهای پیشرفته دنیا همی کار میکنند که در فنلند، ژاپن که در صدر از لحاظ آموزشی در صدر کشورهای دنیا قرار دارند، اگر ما هم همین کار انجام بدیم یقینا شاید برای سالهای اول چالش های خود داشته باشه، مشکلات خود داشته باشه، ولی یقینا به مرور زمان موثریت داره و خیلی موثر تمام میشه و افراد متخصص ما تقدیم جامعه میکنین. استاد ما روز اول ما سر صف گفت شما 60 نفر علوم سیاسی میخونید، شاید 2 نفر شما سیاستمدار فارغ شین، 58 نفر دیگه از علوم سیاسی فارغ میشین، ولی بعضی که دانشگاه تمام شد شب جشن فراغت همین حرف استاد یاد محمد نگاه کردن که ما 60 نفر ما از علوم سیاسی فارغ شدیم، فقط همین گذر شده من که هم بیام سر صف برم درست کار نشده، که اینا همه ریشه در دوران کودکی برمیگرده و در بحث خانواده هم طوری که شما فرمودین متاسفانه حال باز هم بهتر شده، ولی اعمالی هم روی هم رفته، ما مواجهه میبینه، فامیلا میآیند مراجعه میکنن، متاسفانه اطفال بسیار سرکوب میکنند، تا میخواد حرفی بزنه، نظری بده، صحبتی بکنه، اجازه نمیدیم برای از او، بسیار عقده ای بار میارین، اگر میخواد یک طرح و ایده داشته باشه همیشه او سرکوب کردین و در دوره اصول صنفی متاسفانه توجه درست صورت نمیگیره، خانواده ها متاسفانه توجه درست ندارن. ما همیشه به دوستا گفتم، کسایی که مراجعه کردن آمدن مکتب آمدن با اونا شیشتیم صحبت کردین، چند عنصر و چند فکتور تاثیرگذاره بر روند آموزش و پرورش، مکتب جامعه خانواده کتابه، اگر ما در مکتب وظیفه خود درست انجام بدیم، تلاش کنیم، زحمت بکشیم، کوشش کنیم، ولی در خانه توجه صورت نگیره باز هم نتیجه نمیده، اگر ما هم تلاش کنیم در به عنوان آموزگار در داخل مکتب، خانواده هم توجه داشته باشند در داخل خانه، حالا آنچه که مکلفیت خانواده و مکلفیت والدین انجام بدن، ولی متوجه رفتار بچه در بین جامعه نباشن باز هم نتیجه نمیده، چون ما همیشه هم تعلیم و هم تربیه، یعنی بر دو بال میتونیم حرکت کنیم، اگر آموزش ما خوب باشه و پرورش ما و تربیه ما درست نباشه باز هم نتیجه نمیده. ما خیلی دانش آموزای زیادی داشتیم که درس اینا خیلی خوب بوده ولی از بعد رفتاری و بعد اخلاقی وقتی که بزرگ شده به این جامعه رفته خیلی مواجه شده، مگر اینکه
در دوره حالا بحث سیاسی نکنیم، خیلی متخصصین ما بودند که خوب دانش داشتن ولی همونا فساد میکردن، همونا میرفتن آنچه که دور از بحث های انسانی بود، خیانت به کشور، خیانت به مملکت، آنچه که در توان اینا بود انجام میدادن. دانش هم دیش، تخصص هم دیش، تخصص و تعهد نبود. تعهد نبود. خب این بر میگرده در دوره طفولیت که درست بحث های تربیتی سر کار نشده. سیستم ما متاسفانه مشکلات خود داره که انشاءالله توقع میره تغییراتی در ایجاد بشه. نصاب ما مشکلات خود داره، جامعه متاسفانه بحث های اقتصادی یقینا تاثیرات خود داره. وقتی که ما یک خاطره خیلی بده که من خیلی رنج میده، چند روز پیش تفلک های آمدن به مکتب، وقتی با اونا صحبت میکردیم بحث های مالی اینا جالب بود. اینا برای مادر خود صنف 4 برای مادر خود گفته بودن که ما کوشش میکنه زودتر درس بخونه که ما پول پیدا کنیم تا بتونه خرج خونه بیاریم. یعنی بچه صنف 4 و صنف 3 نباید دغدغه از این داشته باشه که امشب به خانه میره نان برای خوردن هست یا نیه. یقینا اینا همه تاثیرات خود داره که انشاءالله به مرور زمان مون تا باز هم بهترین کار همینه که از همین منابع موجود بیشترین استفاده صورت بگیره. ما در مکاتب به عنوان آموزگار، کسایی که در رهبری قرار دارند در جای خود، والدین در جای خود حداقل پیگیری کنند. خواهش ما از والدین نهایت گرامی همینه که بیاین حداقل هفته یک بار از فرزندان خود پرسان کنند. در مکتب های خصوصی که یک بال قوی در کنار مکاتب دولتی الحمدلله واقعا تلاش میکنند، بعضی مکاتب قابل افتخارند برای ما، در مکتب های خصوصی متاسفانه فامیل ها به سال ها مراجعه نمی کنند یک بار که بچه من صنف چند هست، چه کار میکنند. برن حد ما یک بار، هفته یک بار پرسان کنین، پیگیری کن، یقینا نتیجه خود میده و متوجه رفتار فرزنده خود در بین جامعه باشین، یقینا موثر خواهد بود ان شاء الله. بسیار تشکر جناب استاد، استفاده کردیم و بهره بردیم از صحبت ها. ان شاء الله که بینندگان هم متوجه مباحث مطرح شده و راهکارها هستند و در زندگی عملی و در خانواده ان شاء الله اجرا میشه و امید است که همه دست به دست هم دهیم به مهر میهن خیش کنیم. تشکر از شما، لطف کردین. ما یک کتابی هم جناب استاد طبق برنامه شما، کتاب فرزانگان، زندگانی مجموعی از یاران و دوست داشتنی حضرت پیامبر خدمت شما تقدیم میکنم به طور یادگار بمانه نزد شما. تشکر از شما، لطف کردین، خدا ان شما عزت بده. تشکر. و فرزانگان و یاران پیامبر صلی الله علیه و سلم همون متعلمین بله. ممتاز و خلاقی هستند که از مکتب و مدرسه پیامبر صلی الله علیه و سلم و امروز هر چه که ما داریم از همین بزرگای الحمدلله. تشکر. زنده باشید. تشکر از شما بینندگان عزیز که تا آخر برنامه همراه ما بودید. براستی اگر روش‌های درست تدریس فعال هم از جانب معلم و آموزگار در مکتب و به همکاری خانواده‌ها درست انجام بشه، ما در آینده می توانیم معلم های بهتر، کارمند های بهتر و انسان های اجتماعی بهتری در جامعه داشته باشیم. تنها یک شاگرد خلاق کسی نیه که دوباره بیای جای معلم خود خورپور بکنه و یک کسی بشه که دوباره تباشیر به دست بگیره و کنار تخته ایستاد بشه. در واقع شاگرد خلاق کسیه که از خلال آنچه که در مکتب می آموزه بتوانه زندگی بهتر و خوبتر برای خود رقم بزنه و در آینده او را عملی بکنه. به امیدیم که همه متعلمین ما و همه شاگردان مکاتب و مدارس ما انسانهای خوب، خلاق و مفید و با تدبیر و تدبر در آینده تقدیم بشن و بتوانن نسل بعدی ما نسل بهتر و برتری برای جامعه تشکیل بدن. و تشکر دیگه از همه شما عزیزان که تا آخر برنامه همراه ما بودید. تا برنامه دیگه خداوند یار و نگهدارت.